أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه ارواح طیبه شهدای اسلام، شهیدان کربلا و به خصوص روح مقدس و منور سید الشهدا علیه الصلاه و السلام را شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح طیبه تمامی شهیدان بی نام و نشان این سرزمین را که جان، جوانی و خونهای پاک و مطهرشان را دادند تا دین ما، ایمان ما، قرآن ما و هویت دینی و اعتقادی ما برای همیشه زنده و آینده بماند، نورباران کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی له الفدا و ارواح العالمین. اما بعد، قال الله الحکیم فی کتابه العظیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. خود و همه شما مؤمنان نمازگزار، خواهران و برادران دینی را به رعایت تقوا و پروای الهی و حساب بردن از حضور خدا در لحظه‌های زندگی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا سرمایه سعادت و سلامتی دنیا و آخرتی انسان مسلمان موحد خدا باور است و هر کی در این عرصگاه حیات بتواند به زیور تقوا وجودش را و فکرش را و ذهنش را و اخلاق و رفتارش را مزین کند، قطعاً برنده این زندگی در این عالم او خواهد بود. در خطبه اول به دلیل ورود به ماه مبارک ذی‌الحجه و ایام حج بیت الله الحرام که یکی از ارزشمندترین عبادت‌های جمعی مسلمانان هست، صحبت‌های معنوی و معرفتی خواهیم داشت و انشاءالله در خطبه دوم هم مناسبت‌های سیاسی و اعتقادی و اجتماعی را در حد اجازه دادن زمان کوشش خواهیم داد. اما خطبه اول، موضوع صحبت ما این است که حج آمیزه ای از معرفت و معنویت و اخلاق اسلامی است. اگر خداوند روز این توفیق را عنایت کند که همه ما و شما مهمان حضرت حق در سرزمین وحی باشیم و اون مشاهید مشرفه را زیارت کنیم و خدای را در سرزمین وحی بندگی نماییم، خوب است که قدری نسبتی به اهمیت
و ارزش و جایگاه و تأثیرات معنوی و معرفتی حج آشنایی داشته باشیم. قرآن کریم می‌فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگه هر انسانی مسلمانی که به یک وضعیتی نسبتاً مطلوب اقتصادی قرار گرفت باید به سوی بیت الله الحرام و در سرزمین وحی و در مکه مشرف شود تا اونجا به اصلاح خدای را آنگونه که او میخواهد و برنامه هایی را که انبیا آورده است عبادت کند و بندگی نماید و از طریق حضور در این سرزمین سراسر نور و معنا و معنویت توشه های لازم را برای زندگی انسانی و اسلامی خود بردارد. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام در ضمن وصیت‌نامه‌ای که بعد از ضربه خوردنش برای فرزندانش دارد اونجا نسبت به چند موضوع تأکیدات بسیار جدی دارد. یک می‌فرماید الله الله فی القرآن، می‌گوید خدا را در مورد قرآن خیلی روایت کنید، مبادا دیگران از شما نسبت به عمل به قرآن پیشی بگیرد. و باز می‌فرماید الله الله فی الایتام، نگه در مورد یتیم‌ها خیلی خدا را بهش خیلی نسبه اصطلاح خدا را در اونجا حاضر و ناظر بدانید و یتیمان را به خاطر خدا نوازش کنید، به احتیاجاتشون رسیدگی کنید، نکند شما باشید و یتیم یک شبی گرسنه بخوابد. و بعد می‌فرماید الله الله فی بیت الله الله فی بیت ربکم، میگه مردم مسلمانان نسبتی به حج بیت الله خیلی حساب خدا را داشته باشین. تأکیدات امیر المؤمنین نشان دهنده اهمیت زیارت حج است. می‌فرماید لا تخلو ما بقیتم، تا زمانی که شما امت اسلامی در روی کره زمین زندگی می‌کنید نگذارید بیت الله الحرام از تجمع و حضور و شکوه معنوی مسلمانان خالی بماند. در این دورانی که ما زندگی میکنیم در اثر افور شبکه های اجتماعی ایام حج که فرا میرسد ایده آدم های مریض الفکر و مریض القلب شروع میکنند به شبه افغانی که چرا ما باید حج برویم، چرا پولهای خود را به جیب عربها بریزیم که تا عربها اون پولها را در مسیر تروریست و ترور پروری مصرف کند و جهان اسلام را ناامن کند و در فلان کشور چنین کند و در فلان جا چنان نماید. از این نوع شبهات در شبکه های مجازی فراوان دیده می شود. اینا هدفشون فقط از به اصطلاح کم رنگ کردن مراسم حج و کم اهمیت دادن فریضه حج در نظر نسل نو و جوان و رشد در حال رشد مسلمانان هست. تا اون عرق دینی و غیرت دینی و شهامت دینی و تعهد دینی را نسبتی برای مسلمانان نسبتی به حج کمرنگ بکند و این را دوباره زمینه بسازد برای تهاجم بر دین و ایمان و اعتقادات راسخ دینی و اسلامی ما و شما. برادران، عزیزان، جوانان، اونهایی که فعالیت‌های اقتصادی دارید، اگر خدا این لیاقت را به شما داد و دعوت کرد که در سرزمین وحی بیایید،
به این یا و گویه ها توجه نکنید، چون این یا و گویه ها نه آبادگر دنیای ما می شود و نه آبادگر آخرت ما. ولی این یا و گویه ها که چرا باید به عربستان برویم و به عرب ها پول بدهیم، اینها نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی دارد و نمی تواند آبادگر زندگی مسلمانان باشد. تنها تأثیر منفی آن این است که ممکن است اعتقادات کسانی را سست بکنند و تجمع عظیم حج را تحت تأثیر قرار بدهند، در حالی که انبیای الهی و اولیای الهی و ائمه ما و پیشوایان معصوم ما تأکیدش بر این است که خدایا از امام صادق علیه السلام در اون دعای شبانه روز ماه مبارک رمضان این رو میخوانیم: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا و في كل عام. امام معصوم میگه خدایا به من توفیق حج در هر سال عنایت کن. نگاه امام معصوم استوار بر علم است، استوار بر حکمت است، استوار بر درک حضوری از حقیقت حج است. وقتی امام صادق از امام موسی بن جعفر و امام موسی بن جعفر و سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین تأکید دارند که اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا و في كل عام، نشان میدهد که در حج اسراری از معنا و معنویت است، چه اسرار از کمال و تکامل معنوی و معرفتی است و چه قدر باعث سازندگی روح و جان و قلب و روان انسان می شود. بعد می فرماید ما ابقیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت ریز، تا زمانی که خدایا من در وضعیت نرمال اقتصادی قرار دارم و تا زمانی که سلامت بدنی دارم و تا زمانی که صحه رزق دارم، توفیق حضور همساله در سرزمین وحی را برای من عنایت فرما. این حرف امام معصوم هست و اون یا و گویی فیسبوکی ها و امثال هم بماند سر جایش. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود الله الله که بیت ربکم، خدا را در نظر داشته باشید در مورد کعبه مکرمه. لا تخلوه ما بقیتم، تا زمانی که شما اومد در این عالم زندگی میکنید این مکه نباید از جمعیت خالی شود، نباید از اون شکوه حاضر عقب بماند. بعد یک نکته بسیار هشدار دهنده را امیرالمومنین بفرماید: فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَازِرُ، اگر حج ترک شد قطعاً عذاب خدا نازل خواهد شد. وقتی امیرالمؤمنین هشدار می‌دهد، این بیانگر یک حقیقت است که رفتن به حج و رفتن به زیارت بیت الله الحرام، اون هم در یک روز مشخص و در یک زمان مشخص و در یک مکان مشخص، باعث جلب رحمت خدا بر همه عالم می شود، به گونه ای که اگر این مراسم معنوی و عبادی ترک شود، هشدار هلاکت را امیرالمومنین سلام الله علیه صادر کرده است. خب وقتی حج می‌ریم چه اتفاقی می افتد؟ یک کلمه، خود را بیشتر می شناسیم. ما تا به حج نرفتیم در دنیای قرارداد زندگی میکنیم که ثروت خوب دارد، که قدرت خوب دارد، که خانه خوب دارد، که لباسهای رنگارنگ میپوشد، که موقعیت اجتماعیش بالا هست، که در شکل از شهرت و امثال هم برخوردار است. اما وقتی در تا زمانی که اینجا هستیم در زیر این تلقینات گم هستیم، خودمون رو نمیشناسیم، هویت خودمون رو نمیشناسیم، به شخصیت و انسانیتمون خیلی توجه نداریم. اما وقتی وارد سرزمین وحی میشویم، همه قراردادها رنگ میبازد. دیگه لباس تعیین کننده نیست، موقعیت تعیین کننده نیست،
ثروت و قدرت و شهرت و منم منم ها رنگ میبازد، همه یک دست لباس سفید که در واقع نشانی از کفن انسان هاست میپوشند و اونجا دیگه فقیر و غنی و حاکم و محکوم و ارباب و رعیت و پیر و جوان و منانم و شمانی وجود ندارد و حضور ندارد و انسان در یک خلوتی قرار میگیرد تا بدور از تعلقات و قراردادهای اجتماعی به خودش و نفسش و حقیقتش و انسانیتش و کرامتش و شرافتش و ارزش وجودی خودش بیشتر بیندیشد که من کیم و خدا کیست و این سرزمین کجاست و این بیت کجاست و ما کجا آمده ایم و دنبال چی میگردیم و دنبال کی میگردیم و به کی تکیه کرده ایم و به کی اقتدا کرده ایم و به کی باید اقتدا کنیم. اونجای ابراهیم خلیل الرحمن را انسانها میبیند، اونجا انبیای الهی را میبیند، اونجا حضور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در تمامی اون مراسم و اون وقت به اصرا به واقف و جایگاه های عبادی و معنوی انسان به تماشا می نشیند و با شیطان درونش می جنگد، با هوایش، با هوسش، با طمعش، با آزش، با حرص و برعهایی که دارد می جنگد و می رزمد تا خدا را در درونش پیدا بکند، تا هویت و شخصیت انسانیش را بیشتر بشناسد. انسان وقتی خودشناس شد خداشناس می شود و می فهمد قدر انسان و قیمت انسان و ارزش انسان اساساً این دنیا نیست، با همه زرق و برقش، با همه دل فریبی ها و دل دادگی هایش. اونجا می فهمد که ارزش انسان به بندگی خداست. انسان در اونجا به دو تا معرفت می رسد، یک بنده بودنش را خوب می شناسد، دو معبود بودن خدا را بهتر درک می کند و اساساً سعادت انسان و سلامت انسان و تکامل شخصیت انسان به همین دو معرفت است. هر که خودش را خوب شناخت و خدایش را خوب شناخت، اون وقت است که بهترین رابطه را با خدا برقرار می کند. وقتی رابطه ای انسان با خدا درست برقرار شد، با خلق خدا نیست در سلامت و امنیت برقرار خواهد شد. انسان تا زمانی که خدا جو هست در صراط مستقیم است، چه به لحاظ عبادی، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ به اصطلاح سیاسی و اجتماعی. انسان درست زمان خطا می کند که بنده بودنش را فراموش می کند و خدا یادش می رود و بجای خدا هوای نفس بر او مسلط می شود و سرزمین مکه و بیت الله الحرام و اون مواقف مشرفه و مشاهد مکرمه انسان را خودشناس و خداشناس می کند. و خودشناسی چی ارزش دارد؟ حالا ما خودمون را شناختیم، چه اتفاقی در این عالم می افتد؟ مولا الموحدین، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثنا می فرماید: نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس. کسی که به خودشناسی برسد به اوج موفقیت رسید. ما باید در وجود خود مطالعه بکنیم، خدا را در وجود خود پیدا بکنیم، بنده بودن ما را درک کنیم، فلسفه زندگی من را بیشتر باش آشنا شویم تا بتوانیم زندگی معنادار و معنامند و هدفدار و هدفمند معنوی و معرفتی و دینی و ایمانی و انسانی و اخلاقی را دنبال بکنیم. نال الفوز الاکبر،
امیرالمؤمنین میگه به اون پیروزی بزرگ رسیده است، کسی که خودش را میشناسد که او کیست و موقعیت وجودی او چیست و فلسفه زندگی او در این عالم چیست. اگر کس به اینجا رسید این گونه میشود و مکه این معرفت را به انسان ها میدهد. بعد میفرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه، ارزشمندترین تعقل و تفکر این است که انسان حقیقتش را بشناسد، خودش غافل نشود، از فلسفه وجودیش غفلت نکند، دنیا و مافیهای دنیا او را فریب ندهد، رسمها و ریاجها و آینها و سنتها ما را خودمان را از یاد ما ببرد که ما در این عالم برای چی آمده ایم، وظیفه ما چیست، مسئولیت ما چیست، رسالت ما چیست. اینها وقتی از یاد انسان رفت انسان تبدیل می شود به یک حیوان خورنده، خوابنده، تولید میسل کننده، کار کننده. تا زمانی که اینها یاد انسان باشد انسان انسانی فکر میکند و انسانی حرکت میکند و هدفمندانه برنامه میریزد و مطابق برنامه های عبادی و انسانی و اسلامی زندگی میکند. بعد میفرماید فمن عرف نفسه عقلا، کسی که خودش را بشناسد عقلش را به کار میندازد که حالا که من انسانم، حالا که آفریدگار ما خدا هست، حالا که رابطه ما با خدا رابطه بندگی است، این بندگی رو چگونه یاد بگیرم، از کی یاد بگیرم، راه بندگی چیست، روش بندگی چیست، طریقت بندگی و رسیدن به خدای متعال چیست، وقت اینها به عقل انسان می آید. بعد می فرماید و من جهلها ظلّ، کسی که خودش را نشناسد گمراه می شود. چرا؟ چون اسیر هوا می شود، اسیر هوس می شود، اسیر رسم و رواج ها و قراردادهای بی بنیان اجتماعی می شود و دیگه راه و روش زندگی کردن انسانی و اسلامی و ایمانی و آرمانی را گم می کند و به این فکر می افتد چگونه کار کنم، چگونه به دست بیارم، چگونه بخورم، چگونه بخوابم و به اصطلاح چگونه هم تولید مثل کنم. ما قرار نیست این گونه زندگی بکنیم. وقتی خدا انبیا را فرستاده، وقتی خدا قرآن نازل کرده، وقتی 12 امام معصوم راه و رسم زندگی ما را تنظیم کرده است، ما باید به این نعمت ها فکر بکنیم، ما باید از این نعمت های معنوی استفاده بکنیم، ما باید خودمون را برای دسترسی و یک سعادت ابدی و یک حیات طیبه جاودان آماده بکنیم در بستر همین دنیا، در بستر نماز، در بستر روزه، در بستر صداقت، در بستر امانتداری، در بستر معرفت و علم و آگاهی و همه به اصرا برنامه های ارزشمندی که میتواند ما را به سمت سعادت و سلامت دنیا و آخرت پیش ببرد. خب این ها را کردیم، در حج رفتیم، دیگه چه اتفاق می افتد؟ حج انسان را متخلق می کند به اخلاق انسانی و اسلامی. انسانی که احرام می پوشد همه چیز را مواظب هست، حق فوش دادن به مردم ندارد، حق بدبینی ندارد، حق آزار و اذیت حتی یک حیوان مرچی که بر بدن حاجی راه می رود آزار و اذیت اون رو ندارد، حق مجادله و کشمکش در مباحث رو ندارد. یعنی حج دار اخلاق انسان را تنظیم می کنه، با او تعهد را و مراقبت را و استادگی را در برابر هوا و هوس یاد می دهد تا از این میدان مبارزه انسان سربلند بیرون بیاید و اونجا مدال افتخار بندگی را کسب کند. وقتی به شیطان یا به اون نماد شیطان سنگ میزند میگوید مواظب شیطان درونت باش، مواظب هوا و هوس های درونت باش. قرآن میفرماید فمن فرض فی این الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی که در حج می رود دیگه هیچ گونه کار خلاف رضای خدا انجام ندهد، حتی لذتهای جنسی مشروع هم پس از کشیدن احرام اونجا حرام می شود. ولا فسوق، هیچ گونه گناه اونجا پذیرفته نیست،
ولا جدال فی الحج، هیچ گونه مجادله و کشمکشی در مباحثات هم اونجا درست نیست. پس حج علاوه بر معرفت خداشناسی و خودشناسی که به ما میدهد، ما را تربیت میکند، ما را متخلق به اخلاق انسانی میگرداند، ما را به حقایق فلسفه وجودی من بیشتر آشنا میکند. بعد قرآن میفرماید و ما تفعل من خیر یعلمه الله، هر کاری خوبی که اونجا انجام میدید خدا او را میداند. بعد میفرماید و تزودو، حج رفتین خرجی بردارین برای زندگی ابدی، برای حیات طیبه جاودانی. بعد میفرماید فا این خیر الزاد التقوا، بهترین رفتوش یک حاجی این است که اونجا که رفت تقوا را یاد بگیرد. حلال چیست، حرام چیست، بایدهای زندگی چیست، نبایدهای زندگی چیست، اینها همه جزو اون به اصطلاح ثمرات ارزشمند معنوی و معرفتی حج بیت الله الحرام است که امیدواریم خدای متعال به همه ما و شما این توفیق را عنایت کند که روزی زائر اون سرزمین باشیم و مهمان خدای متعال در سرزمین وحی باشیم و اونجا انشاءالله خداوند توفیق دیدار با مهدی فاطمه را نصیب همه ما بگرداند و زیارت همه حجاج را انسان مورد قبول قرار بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام على سیدنا محمد صلی الله علیه و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین و على علی امیر المؤمنین آیتک الکبرى و النبأ العظیم و على الصدیقة الطاهرة و على الحسن و الحسین وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الهادي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه دوم خود و همه خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم. امیدواریم که خدای متعال و برکت این ایام و برکت نفسهای گرم مهدی فاطمه به همه ما و شما توفیق آراسته شدن به تقوا و پروای الهی را عنایت فرماید. به ختم صلوات بر محمد و آل محمد. ایام شهادت جانسوز و جانگداز جمال الائمه من امام امام را به محضر امام زمان و همه شیعان و عاشقان و دلدادگان را رسم آن امام تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال روح متعالی اون امام را بر مجلس ما حاضر و ناظر قرار بدهد و ما را قدردان نعمت ولایت و امامت قرار بدهد. در خطبه دوم مناسبت های فراوان وجود دارد که به صورت اختصار خدمت شما نمازگزاران مطالب را که لازم هست به حکم وظیفه دینی و ایمانی انشاءالله ارائه خواهیم کرد. بحثی را که باید متاسفانه مطرح بکنیم بحث جنایات اسرائیل در رفح دوباره هست که باز هم
پس از اون همه اصرارهای بین المللی که دیگه به رفح کار نداشته باشین، در غزه هر غلطی کردین، هزاران انسان رو کشتین و به اصلاح هرچی خانه بود و هرچی مدرسه بود و مسجد بود و اردوگاه بود، همه رو که به ایران کردی، 20 چند هزار یا 30 چند هزار انسان رو که به خاک و خون کشیدین، حد اقل به رفح حمله نکنید. ولی اسرائیل به دلیل اون درنده خویی ذاتی که دارد همه چیز را قربانی قدرت می کند، به اردوگاه ها حمله می کند، به مساجد حمله می کند، به اصلاح مناظر مسکونی مردم حمله می کند، جان انسان های بیگناه، اما از پیر و جوان و زن و کودک و همه را داره می گیره، به خاطر اینکه اون به اصلاح اهداف شوم و غیر انسانی خود برسد. و من نمیدانم این چه منطقی است که با خاطر قدرت میشود همه را کشت و نابود کرد، مسجد را آتش زدن، مردم را بمباران کردن، مراکز زندگی انسانها را ویران کردن. آخر قدرت مگر چقدر ارزش دارد؟ مگر سیاست چند روزه در این دنیا چقدر میارزد که عده حاضر میشود همه انسانها را از بین ببرد برای اینکه 4 روز بر علیه قدرت و ریاست در یک جایی و در یک سرزمین باقی بماند؟ امیدواریم که هر چیز و ترنهاده های بین المللی این اسرائیل گرگ در رندخو را بتواند سر جایش بنشاند، گرچه به لطف الهی جریان های مقاومت در منطقه هر روز در مقابل اسرائیل قد علم کرده و سیله های محکمی هم به صورتشان می نوازند، ولی می طلبد که همه جهان در یک اجماع بین المللی بر علیه اسرائیل قطعنامه صادر بکند و جنایات اسرائیل را در رفح محکوم بکند و بیش از این اجازه ندهد که انسانهای بیگناه و زنان و کودکان و مراکز به اصطلاح علمی و مراکز زندگی مردم را این گونه ویران کرده و تباهی و ویرانی را در دنیا به وجود بیاورد. چهارمین مناسبت و آخرین مناسبت هم شهادت آقای امام جواد علیه السلام هست. امام جواد علیه السلام به تعبیر آقای امام رضا، همچنان که برادر عزیز من رجوع اسبا هم فرمودن، امام رضا علیه السلام چندین بار راجع به امام جواد این تعبیر را به کار برده است که ایشان وجود با خیر و برکت هست و فراتر از این گفته وجود با برکت‌تر از این در اسلام به دنیا نیامده است. حالا فلسفه و حکمت این کلام امام رضا بماند سر جای خودش، فقط بیدی که 2 نکته اگر ما توجه کنیم این کلام را بیشتر بفهمیم. یک، این که وجود امام جواد علیه السلام سند حقانیت تفکر و باوری اعتقادی ما بر این نکته است که امامت منصب الهی است. علم امام، عصمت امام، عظمت امام و حکمت وجودی امام را خدا می دهد و امام جواد علیه السلام در سن 6 سالگی عهده‌دار مقام امامت می شود. این مقام با قرارداد امکان ندارد، با تحصیلات معمولی امکان ندارد، از انسان عادی اساساً امکان پذیر نیست. امام جواد سند حقانیت اعتقاد ما به مقام و منصب الهی امامت است. در کجا ثابت کرده است این را؟ مأمون با تمام زرنگیه که داشت، با تمام هوش و ذکاوتی که داشت، میخواست امامت را در نظر مردم خرد کند، نمیخواست شخص امام را از بین ببرد، همیشه در صدد بود شخصیت امام را خرد کند، اندیشه امام را زیر سوال ببرد، علم امامت را زیر سوال ببرد، ولی هر بار هر شگردی و هر طرحی که ریخت شکست خورد. برای امام رضا هر نوع طرحی که داد شکست خورد، سرانجام امام رو برداشت. امام جواد علیه السلام را در سن 6 سالگی از مدینه به بغداد احضار میکنه و این نشان میدهد که امام جواد یک بچه کودک 6 ساله معمولی نیست، وگرنه یک دستگاه خلافتی که تمام جهان اسلام در دست او هست،
و از رو حسابم میبرن. نیاز نبود بچه 6 ساله را از مدینه بیارن به بغداد و زیر نظر بگیرن. و خود این نشان میدهد که مأمون میدانست که امامت بزرگی و کوچیکی ندارد. وقتی آمد هم دخترش را به امام جواد پیشنهاد ازدواج داد که باید باش ازدواج کنید. سران عباسیان هم به اسلام آمدن و اعتراض کردن که تو داری چه کار میکنی؟ امام رضا را که برداشتی؟ بخوایی دوباره اینا را در دربار بزرگ بکنی و به اصلاح حکومت را از عباسیان بگیری و به علویان تحویل بدهی؟ امام جواد علیه السلام هارون مأمون گفت نه، گفت شما اینا را نمیشناسی، اینا کوچک و بزرگ ندارن، بزرگ و کوچکشان از منبع سرشار علم و معرفت و حکمت برخوردارن. اگر باور نمی کنید جلسه مناظره تشکیل بدید. بعد اینا رفتن و گشتن و یحیی بن اکثم قاضی القضات شهر را آوردن که شما بیایید از این بچه 6 ساله این مسئله رو بپرسید. ایشون خلاصه گیر میکنه و آبروی این هم میره و زبان ما هم بر علیه مأمون تیزتر میشود. آمدن به یحیی بن اکثم اونجا نشست، از آقای ما میجود یک مسئله شرعی پرسان کرد که اگر کسی به حج رفت و احرام پوشید و شکار کرد حکمش چی میشه؟ امام جواد علیه السلام یه نگاهی به یحیی بن اکثم کرد و مسئله را 20 صورت براش درست کرد. گفت این شکار در هیل بوده یا در حرم، این آدم کوچیک بوده یا بزرگ، در احرام حج بوده یا در احرام عمره، عمدن این کار را کرده یا سهلن، این از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان، این کسی که این کار را کرده بازم پشیمون هست یا پشیمون نیست. مسئله را 20 فرق براش درست کرد. از یحیی بن اکثم قاضی القضات پرسید کدومش را برات بگم جوابش رو؟ قاضی مات بود، گفت من نمیدونم، هیچ کدومش رو نمیدونم، خودت بگو. بعد آقا شروع کرد یکی یکی همه را احکام رو گفت و همه مات موندن و به اصطلاح سران عباسی هم فهمید که نه، همون حرفی که مأمون میگوید این همون هست. و مأمون هم خوشحال شد از اینکه به اصطلاح تونست برنده به اصطلاح این مناظره باشد. نید وجود علم امامت با وقتی میگیم علم لدونی هست، یعنی به امام جواد در کرسی امامت توانیست و بهترین شکل از پس رسالت و مسئولیت امامت بر بیاید و تمام شکها و شبهات که در اون دوران بود را از بین ببرد. ولی متاسفانه در جامعه‌ای که جهل حاکم باشد و در جامعه‌ای که قدرت تعیین کننده باشد و در جامعه‌ای که دلدادگی به دنیا و مادی‌های دنیا به شدت ادامه‌دار و تاثیرگذار باشد، قدر گوهری چون امام جواد دانستن نمی شود. به رضای امام جواد علیه السلام را در سن جوانی بر علیهش واسطوطه کردن. در یکی از مناظرات علمی باز یکی از علما را شکست داده بود و او به اصطلاح آمد و توسط معتصم عباسی توطئه کرد و آقای امام جواد علیه السلام را علی‌رغم که پیامبر این همه تأکید کرده بود به مراقبت از اهل بیت، ایشان را مسموم کردند. و بعد اون ام الفضل که دختر مأمون بود به جای اینکه به شوهرش رسیدگی بکند هی امام جواد داشت ناله میکرد از شدت زهر. و ام الفضل برای اینکه اونجا همدم امام جواد باشد و عمیز او باشد و مونس او باشد به کنیزانش گفت شما شروع بکنید به حله حله کردن و کف زدن. خود این امام را از نظر روانی اذیت میکرد. امام هی ناله میکرد و اینا هی کف میزدن، هی حله حله میکردن، هی شادی میکردن تا فریاد امام به گوش کسی نرسد. سرانجام امام جواد از این دنیا رفت و بدن نازنینشان گذاشتن رو پشت بام. 3 شبانه روز بدن امام معصوم روی پشت بام بوده. و بخوام بگم یا امام جواد، درسته که بدن نازنینتون رو گذاشتن روی بام، اما دیگه سر مبارکتون رو جلوی خواهرتون از بدن جدا نکردن، اما دیگه بدن مبارکتون رو با سم اسوان لهله نکردن، اما دیگه تیر و نیزه به بدن مبارکتون نزدن. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی ینقلبون. پروردگارا
به آبروی امام جواد فرج مولامون مهدی رو نزدیک کن از ذکر بگردان. عرض سلام و ارادت و تسلیت ما را به محضرش تقدیم بفرما. وجود نازنینش را دعاگوی ما قرار بده. فرج موفور و سرورش را نزدیک کن از ذکر بگردان. پروردگار را به کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنند سعادت دارین عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.